آقای ابراهیم نکو نماینده محترم مردم رباط کریم عزیز در مجلس گفتن از دستگاه قضا میخواهیم تا در معرفی نام خوناشام اقتصادی، اصطلاح خوناشام اقتصادی، از حروف اقتصادی استفاده نکنند. بس پیشنهادی کوتاه مختصر شاید مفید. بنده یک، اول خوناشام بودن اونها البته ثابت بشه، بعد اسمشون علنی بشه و اقتصادی نباشه اینا. پیشنهاد دوم، به جای حروف اقتصادی از حروف اقتصادی استفاده بشه. یعنی یه اسمای اقتصادی واسه شون در نظر بگیرن، مثل همین که ایشون یکی شو پیشنهاد داد، خوناشام. مراتب کمتر نازلتر هم در نظر گرفته بشه و اسم بدن که اینا مال این دسته اقتصادی هستن، اینا جز خوناشام هستن، اینا زیلوهای اقتصادی هستن، زالوهای اقتصادی هستن، خون میمکن اینا، پشه‌های اقتصادی هستن، اسپایدرمن ها هستن، درجه واقعا همینجوری هستن. خون مردم، دهک های پایین، خون اونایی که واسه یه سبد کالا تو صف وا میستن، کیا خون اینا رو تو شیشه میکنن؟ اینایی که تو مسائل اقتصادی از این کارا میکنن و دست به اختلاس میزنن، دست به دزدی میزنن، دست به کارا میزنن که شایسته نیستش. آقای نوبخت عزیز، سخنگوی دولت، در حال خبر حذف سبد کالا رو منتشر کردن که تا چندی پیش از توزیع مرحله دوم سبد کالایشون میگفتن، یادتونه که بله. ایشون این حرفا رو زدن در حالی که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هستن. در یک نشست خبری گفتن که توزیع سبد کالا از دستور کار دولت حذف شد و جای آن را طرح حمایت غذایی می‌گیرد. طرح حمایت غذایی بسه پیشنهاد و این طرح حمایت غذایی از کمیته امداد بهزیستی حدود 2400 میلیارد تومان در سال جاری هزینه خواهد شد واسش، اما شامل کارمندانم نمیشه. بسه پیشنهاد سریع، من وقت نیست. یک، طرح سبد کالا که برداشته میشه، سبد برداشته میشه، حالا طرح غذایی قرار انجام بشه. بعد از اجرای طرح حمایت غذایی پیشنهاد میکنم طرح حمایت فضایی، یعنی اگه باز پول نداشتیم حمایت غذایی انجام بشه، طرح حمایت فضایی انجام بشه، یعنی به همین آمدن بارون از فضا اکتفا کنیم. بله. برای حمایت مردم. دوم، مواظب باشیم مردم ناخودآگاه به دو قسمت تقسیم نامساوی نشن. مردم برخوردار، دیگه چیزی دیگه نداریم وسط، میاد مردم تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد. مواظب باشیم اینجوری نشه. بله.